سرخط خبرها دایش کشته شدن رهبر خود را تایید و جانشین او را معرفی کرد رابرت مالی بایدن اعلام کرده که به عنوان آخرین راه حل با گزینه نظامی موافقت خواهد کرد اما ما هنوز امید داریم سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید داعش کشته شدن رهبر خود را تایید و جانشین او را معرفی کرد گروه جهادی دولت اسلامی داعش مرگ رهبر خود ابو حسن هاشمی قریشی را اعلام کرد است پایم صوتی سخنگوی این گروه حاکی است که او در نبرد با دشمنان خدا کشته شد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد آمریکا گفت که او در عواسط ماه اکتبر در عملیاتی به دست ارتش آزاد سوریه در جنوب غربی سوریه کشته شد او در ماه مارس بعد از زنگ سلف او خود را در جریان یورش نیروهای آمریکایی در شمال غربی سوریه منفجر کرد به رهبری این گروه رسید این سخنگو از ابو حسین حسینی قریشی به عنوان جانشین رهبر قبلی داعش نام برد که به نظر میرسد لقب جنگی او باشد این سخنگو از افشای نام واقعی ملیت یا پیشینه ی این فرمانده جدید خودداری کرد او ابو حسین را به عنوان یکی از مجاهدین آبدیده معرفی کرد و هواداران گروه را ترغیب کرد با او بیعت کنند اطلاعات کمی در مورد ابو حسن که هرگز بیانیه‌ای به عنوان رهبر داعش منتشر نکرده در دست است اما یک گروه تلگرامی ضد داعش که حامی دیگر گروه رقیب جهادی القاعده است روز دوشنبه نوشت او مدتی پیش کشته شده است فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای گفت که ابو حسن در استان درعا در جنوب غربی سوریه کشته شد. ارتش آزاد سوریه که مسئول عملیات است یک گروه چتری متشکل از جناهای شورشی مخالف بشار اسد رهبر سوریه در جنگ داخلی این کشور است یک سخنگوی ارتش آمریکا گفت که پرسنل نظامی آمریکا در این عملیات شرکت نداشتند جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا پیشتر گفت ما از خبر حذف یک رهبر دیگر داعش از صفحه روزگار استقبال میکنیم رابرت مالی بایدن اعلام کرده که به عنوان آخرین راه حل با گزینه که نظامی موافقت خواهد کرد اما ما هنوز امید داریم مذاکره کننده ارشد آمریکا در امور ایران مدعی شد ایران منزوی از همیشه بوده و دلیل آن این است که ما با همکاری بسیاری از کشورهای دیگر تلاش کرده ایم حقیقت چیزی که در داخل ایران اتفاق میافتد پیش چشم همه ایان شود و ادعا کرد ایران منزوی از گذشته است و این امر به دلیل اطمینان ما از افشای حقیقت در مورد آن در ایران رخ میدهد است رابرت مالی در خصوص برنامه هسته ایران مدعی شد که تهران بسیار نزدیک به داشتن مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت بمب است وی با بیان اینکه این امر این زمان میبرد اما در این حال ادعا کرد با این حال نزدیک بودن آنها به داشتن مواد هسته کافی نگران کنند است این مقام آمریکایی در اظهاراتی تهدیدآمیز از گزینه های آمریکا برای جلوگیری از هستهای شدن ایران گفت رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که به عنوان آخرین راه حل با گزینه نظامی موافق است خواهد کرد اما ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و هنوز امید داریم راب مالی در ارتباط با خواسته های ایران در مذاکرات هسته ای گفت در میان خواسته های چالش برانگیز تهران درخواست این کشور از آژانس بین المللی انرژی اتمی بود تا تحقیقات درباره ذرات اورانیوم در ایران را متوقف کند. این مقام دولت بایدن مدعی شد که قبل از اینکه ایران درخواست پایان تحقیقات آژانس را مطرح کند نزدیک به دستیابی به توافق بودیم این مقام آمریکایی همچنین گفت که دولت بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در خصوص این مسئله که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند هیچ اختلافی ندارد وی در خصوص تلاش احتمالی روسیه برای استفاده از مذاکرات هستهای برای فشار بر آمریکا در ارتباط با اوکراین گفت در دیپلماسی از اما ما در برابر حمایت ایران از تجاوز روسیه به اوکراین عقب نشینی نخواهیم کرد رابرت مالی در ارتباط با حوادث داخلی ایران نیز گفت ما معتقدیم که حکومت ایران باید حقوق اساسی بشر را رعایت کند اما ما نمیتوانیم مسیر خیزش های مردمی در این کشور را تعیین کنیم این مقام دولت بایدن مدعی شد زنان ایرانی اکنون در حال نوشتن تاریخ هستند و ما طرفی نیستیم که مطالبات مردم ایران را تعیین کنیم وی ادعا کرد برای جهان بسیار مهم است بداند در داخل ایران چه میگذارد و حکومت ایران تلاش می کند تا توجه را از آنچه اتفاق می منحرف کند. و در تداوم سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران ازان کرد ما به اعمال فشار بر ایران ادامه دادیم و به دلیل حمایت از تروریسم نقض حقوق بشر و برنامه مشکیان و به دلیل حمایت از تروریسم نقض حقوق بشر و برنامه مشاکیان را تحریم کردیم